سلام به همگی شما فیلم های درباره فاجعه دوست دارید بی خیال کی دوست نداره آوار شدن ساختمان های بزرگ یا فوران آتش رو توی فیلم ببینه اونم به کمک مهارت های مختلف و گرافیک های کامپیوتری اصلا یه حس شگفت انگیزی هست اما تو دنیای واقعی همه چی خیلی بدتر است تو فیلم هاست حتی یه زلزله که توی فیلم شاید بدترین اتفاقی که میتونه نباشه امروزه میتونه خیلی مخرب باشه تو این ویدیو میخوایم بهتون عواقب رخ دادن یه زلزله دهریشدری رو نشون بدیم خیلی خوب بریم که رفتیم اول بیاید ببینیم اصلا زلزله چرا میاد مسلما خود سیاره قصد نداره که انسان رو پرت کنه بیرون درسته خب در واقع دانشمندا هنوز نمیدونن چرا این مدل حرکات زمین اتفاق میافته بله تو روزگاری که ایلان ماسک داره موشک به فضا میفرسته کسی هنوز اطمینان کامل نداره که دقیقا چه بلایی داره سر زمین میاد و مثل اقیانوسا نیست که آدمای کمی دربارش تحقیق کنن درباره پوسته زمینه که اگه صادق باشیم خیلی مهمتر از اون همه ماهی کوچولوه اما دقیقا چه چیزی باعث میشه لوستر خونتون تاپ بخوره وقتی کار همسایه بالایی نیست که پارتی گرفته باشه خب یکی از معروف ترین فرضیه ها اینه که یه سری نیروهای داخل زمین صفحات تکتونیکی رو تکون میدن اما طبیعت این اتفاق هنوز ناشناخته است به صورت کلی میتونید دو تیکه بزرگ از پوسته زمین رو تصور کنید که به دلایلی با هم برخورد میکنن و روی سطح زمین کاملا آشوب به پا میشه برای آزمایش میتونید دو تا پنکیک رو به هم دیگه فشار بدید 100 درصد یا خم میشن یا میشکنن یا روی هم سر میخورن ممکن عجیب باشه اما برای اتفاقات رمزالود داخل زمین اون صفحات تکتونیکی بزرگ دقیقا مثل پنکیک هستن فقط یه قدرت خیلی زیاد که زیر زمین مخفی شده تصور کنید زلزله های بلای خیلی خاص نیستن که بهمون به بگن ما انسان ها داریم کار اشتباهی میکنیم و باید سریعا از عادت بد مثل فسفود خوردن دست برداریم و تمام تایم روزمون رو به تماشای پرنده ها بلکه هر ساله دانشمندان بیشتر از یک میلیون زمین لرزه رو با ابزار مخصوص ضبط میکنن و هر چی این ابزار بهتر و کار کنن سلزله های بیشتری هم ضبط میشن کاملا منطقی به نظر میرسه نه؟ پس دلایل بیشتری برای وحشت نیست بجز اینکه این یه زمین لرزه است خب میدونین دیگه برای اندازه‌گیری قدرت زمین لرزه دانشمندا از واحد ریشتر استفاده میکنن مثلا زلزله دو ریشتری فقط کمی میلرزه اما زلزله هفت ریشتری میتونه خیلی مخرب باشه برای اینکه بفهمید منظورمون چیه شاید یادتون باشه تو سال 2017 یه زلزله در مکزیکو سیتی رخ داد که هفت ممیز یک دهام ریشتر قدرت داشت و چهل و خورده ای ساختمان تو پایتخت مکزیک آوار شدن و نتونستن لرزش رو تحمل کنن تو اینترنت میتونید کلی ویدیو که توسط شاهدان صحنه ضبط شده ببینید که توشون ساختمان های بزرگ تکون میخورن چراغای خیابون میلرزن خونه ها آوار میشن و آسفالت ها هم ترک برمیدارن یه نمونه وحشتناک دیگه هم زلزله سال 2023 ترکیه بود که قدرتش هفت ممیز ریشتر بود اما خب این خیلی با قدرتمندترین زلزله که تا به حال توسط انسانا ضبط شده فاصله داره در سال 2011 یه زلزله در سواحل ژاپن با قدرت 9 ریشتر رخ داد و شوک زیر آبهای اقیانوس هند در سال 2004 به نه ممیز 3 دهم ریشترم هم رسید اما قوی ترین زلزله که تا به حال رخ داده به جز تو افسانه مثل شهر آتلانتیس و بقیه داستان در تاریخ 22 ماه می سال 1960 در شیلی رخ داد به زلزله والدیویا معروفه چون مرکز زلزله نزدیک شهر والدیویا بوده قدرت این فاجعه طبیعی نه و نیم ریشتر بوده این زلزله کاملا شهر 400 ساله ی کانسپسیون رو نابود کرد و والدیویا، پورتومانت و بقیه شهرها رو به خرابه تبدیل کرد شوکهای زیرزمینی، سنگهای سنگین و رانش زمین مساحتی به اندازه 207 هزار کیلومتر رو تحت تاثیر قرار داد و منطقه ای از خرابه ها رو به جا گذاشت که از تمام انگلیس بزرگتر بود. چیزی شبیه به این توی فیلم سن آندرس رخ داد اما فاجعه های سینمایی اون کمی با فجایعی که توی شیلی رخ داد فرق داشت توی فیلم قدرتش 9 ممیز 6 دهم ریشتر بود اما زلزله واقعی باعث فوران آتش شد و قسمت خیلی بزرگی از سواحلم به زیر سطح اقیانوس رفت بعد از چند ثانیه زمینی به قدر 32 کیلومتر و طول 500 کیلومتر دو نیم متر زیر آب رفت و اگه به نظرتون چیز زیادی نیست تصور کنید که یه روز میرید تو بالکن خونتون و میخواید ازش بپرید بیرون اما به جای اینکه برید پایین باید برید بالا تا برسید به سطح زمین این زلزله نهانیم ریشتری حتی درخته قول پیکرم شکند رو آسفالت موج ساخت و آدم ها رو این طرف اون طرف پرتاب می کرد. عجیب نیست که خونه ها در درمیون توی این منطقه نابود شدن چون این زلزله سونامی بزرگ درست کرد که نه تنها خیابونا رو بلکه ساختمون های از جا کند همینطور پایه ساختمان های بزرگتر ضعیف کرد و همشون رو آوار کرد اما بازم براش کافی نبود بعد از شیلی امواجش سراسر اقیانوس آرام سفر کرد و رسید به ژاپن و بعدم کالیفرنیا با اینکه خیلی از اونجا دور بودن ممکن متوجه یه چیز عجیب شده باشید به دلایلی بیشتر این زلزله های قوی و معروف کنار سواحل اقیانوس آرام اتفاق میافتند شاید توی اعماق آبها یه هیولای قولپیکر داره با شاخکاش قارهها را میلرزونه مثل گودزیلا یا کراکن آپشنهای زیادی هست در واقع همه چیز درباره حلقه ی آتشین اقیانوس آرام هست این یه افسانه فراموش شده از کتابای تولکن نیست بلکه یه منطقه در مرز اقیانوس آرامه که توش آتش فشان قرار دارن و زلزله های زیادی رخ میده وقتی صفحات تکتونیکی کوچکترین حرکتی بکنن یه فاجعه دیگه رخ میده خیلی خوب همه ی اینا رو گفتیم تا برسیم به این موضوع که اگه یه زمین لرزه با قدرت ده ریشتر رخ بده چه اتفاقی میافته؟ البته که به منطقه ای که توش اتفاق میفته خیلی بستگی داره ولی بیاید بگیم توی کشور تخیلی اتفاق میفته کنار همون حلقه ای آتشین که قبل تر بهتون گفتم خیلی خوب بعد از یه دقیقه امواج ای حدود 400 کیلومتر از مرکز زلزله دور میشن چون برای همچین سرعتی قدرت کافی دارن سر راهش خونه ها رو میلرزونه و بیشترشون رو مثل خونه های کاغذی آوار میکنه مخصوصاً آسمان که به راحتی میتونن به خاطر شوک ترک بخورن و بریزن اگه آتش فشان ها سر راه این باشن همچین لرزشی قطعا اونا رو بیدار میکنه حتی اگه این حیوله ها صدها سال باشه که بی سر و صدا مونده باشن و باور کنید از دنده چپ بیدار میشن بعد از دو دقیقه زمین لرزه تا هزار کیلومتر سفر میکنه اولش ممکن متوجه نشید اما تپه هایی که ها خیلی دوستشون دارن مچاله میشن یا برعکس ممکنه بالا بیان و به کوههای سنگی و تیز تبدیل بشن به گفته متخصصین بعد از این مدت تعداد خیلی زیادی از مردم در عذابن خیلی ها میمیرن و هزاران نفر میرن زیر آوار بعد از سه دقیقه زمین لرزه و امواج لرزه ای مسافت حدود 1500 کیلومتر رو طی میکنن و احتمالا به کشورهای همسایه میرسن همزمان زمین لرزه حتما به اقیانوس هم میرسه و باعث یه سونامی قول پیکر میشه که فقط چند دقیقه بعد به ساحل میرسه گروه های نجات قطعا زمان ندارن تا این همه خرابه را جمع کنن این یعنی خیلی از آوارها به طرف مرکز قاره کشیده میشن و اما بعد از چهار دقیقه امواج لرزه‌ای مسافت 1800 کیلومتری رو از مرکز لرزش طی کردند. تمام زمین ها نابود شدن و تمام شهرهای منطقه هم با سرعت زیادی با خاک یکسان شدن بقیه ی ها هم بیدار میشن و با هم فوران میکنن و کلی خاکستر، آتیش و گدازه هایی که تو جهنم پیدا میشه رو میشه دید هفت دقیقه بعد وقتی خرابی ها به 3600 کیلومتری مرکز رسید یه ابر داغ سمی از گاز به خاطر فوران ها تولید میشه و سریعا تمام قاره رو دربر میگیره و جنگل ها و حتی شهرهایی رو میسوزونه که زلزله روشون مستقیما تاثیر نداشته هر جا که دستش برسه ده دقیقه بعد از اولین لرزش ها بیشتر شهرهایی که سر راه زلزله بودن به احتمال زیاد نابود شدن به خاطر این همه لرزش و آب و آتیش و بعد از 20 دقیقه امواج به اروپا یا حتی کشورهای آفریقایی هم میرسن البته اگه بگیم که زلزله دقیقا توی حلقه آتشین رخ داده و بعدش میشه گفت که خب آب و هوا افتضاحه خب فکر کنم قضیه رو کوچیکش کردم آب و هوا خیلی وحشتناکه چون بعد از 35 دقیقه به خاطر لرزش های شدید راکتورهای هسته‌ای هم آسیب می‌بینن که باعث انفجارهای بزرگ با کلی تشعشعات در سراسر زمین میشه بله حتی تششعات انگاری که آب و آتیش و خاک برای آخر زمان کافی نبود در تمام زمین ترک های بزرگ دیده میشه گازهای طبیعی فرار میکنن و تنها چیزی که یادتون میاد آتیشه فقط آتیش و انفجار و انفجارهای بیشتر من که فکر نمی کنم هیچ کس اون لحظه دلش بخواد فیلم برداری کنه اتفاقی که در آخر میافته به گفته و محاسبه خوشبین ترین دانشمندان جهان همچین زمین لرزهی باعث انقراض تمام حیات روی زمین میشه فوران آتش فشان ها، تششعات هستهی، ها و انفجارهای پشت هم این تصویر به نظر برای حیات زیاد مناسب نمیاد مگه نه؟ البته که طرفدار بعد از آخر و زمان نیستید که بخواید سعی کنید توی پناهگاه زنده بمونید البته پناهگاه ها هم نمیتونن شما را نجات بدن چون خودشون زیر زمینن البته هممون میدونیم که بهترین محافظ در برابر تشعشعات همیشه یخچال ها بودن <حش> امیدوارم زیاد شما را نترسونده باشیم به هر حال این فقط یه فرضیه بود کی میدونه دقیقا چه اتفاقاتی میتونه در واقعیت بیفته امیدوارم اگه روزی همچین اتفاقی افتاد ابزاری داشته باشیم تا بتونیم با این موقعیت ها کنار بیایم یا اینکه هر کدوممون برای خودمون یه تسلای کهکشانی داشته باشیم تا بتونیم بریم به فضا اما خب این میتونه یه موضوع دیگه توی برنامه دیگه باشه با مغز باز همرا باشی.